دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید از ما پرسیدم به ازای چه مقادیری از x قدر مطلق x کوچکتر مساوی 2 اگه یادتون باشه توی جلسات قبل گفتیم قدر مطلق در واقع برابر با قدر مطلق یک عدد برابر با فاصله اون عدد از نقطه صفر یا نقطه مبدا پس در واقع این سوال میتونیم ما به این صورت بازنویسی کنیم که چه x هایی فاصله ای کمتر یا مساوی دو واحد از مبدا دارم این دو تا سال دقیقا برابر هم دیگه با این تفاوت که به این صورت بازنویسی کردیم فکر کنم بچه‌ها به راحتی بتونیم از روی محور اعداد به این سال جواب بدیم من یه محور اعداد اینجا میکشم نقطه مبدمون اینجاست و میخوایم ببینیم به ازای چه ایکس های فاصله کمتر یا مساوی دو دارن از مبدا اول ایکس های سمت راست مبدا یعنی ایکس های مثبت رو بررسی میکنیم چه ایکسی فاصله دقیقا برابر دو واحد داره اگه این یه واحد باشه این دو واحد باشه در واقع ایکس برابر دو ایکس مساوی دو دو واحد فاصله داره از مبدا حالا هر از این x مساوی دو به سمت مبدا حرکت بکنیم این فاصله کمتر میشه پس در نتیجه بازه ای که اینجا هست از x مساوی 2 تا خود مبدع x هایی هستن که فاصله کوچکتر مساوی دو دارن از مبدع. دقیقا یعنی همین قدر. همین رابطه قدر مطلق x کوچکتر مساوی 2. حالا به ازای x های منفی x های سمت چپ مبدع بررسی کنیم. چه xی در سمت چپ مبدع قرار داره و فاصلهش دو واحد از مبدع. دو واحد از مبدا به سمت چپ حرکت کنیم و به x مساوی منفی دو میرسیم x مساوی منفی دو دقیقا دو واحد فاصله داره از مبدا حالا هرچه از x مساوی منفی دو به سمت مبدا نزدیکتر باشیم این فاصله کمتر میشه پس دوباره از x مساوی منفی دو تا مبدا این بازه شامل x هایی که فاصله کمتر یا مساوی دو از مبدا پس اگر سمت چپ و سمت راست این دو تا بازه که به دست با هم جمع بکنیم به صورت گلی بازه از x مساوی منفی دو تا x مساوی دو x هایی هستن که فاصله شون یعنی قل... از مبدع کوچکتر از دو در واقع قدر مطلقشون یعنی کوچکتر مساوی دو من این رو باز نویسی میکنم پس به این به نتیجه رسیدیم که به ازای x های بزرگتر از منفی دو و کوچکتر از دو قدر مطلق x کوچکتر از 2. خب حالا شما شاید دوست داشته باشید یه ذره ریاضی بارتر به این نتیجه برسید یعنی بعض وقتا دلتون نخواد محور اعداد بکشید گرچه خیلی روش سریه خب ریاضیش هم حل میکنیم بچه ها. گفتیم که وقتی که قدر مطلق یه عدد برابر خود اون عدد اگر اون عدد صفر بزرگتر از صفر باشه قدر مطلق برابر صفر اگر اون عدد صفر باشه قدر مطلق مساوی منفی عدده اگر اون عدد کوچکتر از صفر باشه بعضی وقتا این دوتا رابطه هم میشه با هم ترکیب کرد و در واقع اینطوری نوشت که قدر مطلق یه عدد برابر با خود اون عدده وقتی که x اون عدد که اینجا x بزرگتر مساوی صفر باشه و برابر با منفی اون عدده وقتی که x کوچکتر از صفر باشه حالا ما وقتی که میگیم وقتی که میگیم قدر مطلق یه عدد کوچکتر مساوی دوه مثل اینه که بگیم خود اون عدد کوچکتر مساوی دوه وقتی که عدد بزرگتر مساوی صفر باشه و یا مثل اینه که بگیم منفی اون عدد کوچکتر دو باشه وقتی که اون عدد کوچکتر از صفر حالا نگاه بکنی یعنی در حالتی که x ها بزرگتر مساوی صفر باشن به ازای x های کوچکتر مساوی دو قدر مطلق x کوچکتر از دوه پس در واقع مثل اینه که اینجوری من بنویسم این رابطه رو به ازای x های بزرگتر از صفر x های بزرگتر مساوی صفر وقتی که x کوچکتر مساوی دو باشه قدر مطلق کوچکتر مساوی دو همچنین در حالتی که x کوچکتر از صفر باشه اگر من x اگر منفی x بزرگتر از دو باشه باز هم قدر مطلق کوچکتر مساوی دو حالا منفی x کوچکتر مساوی دو یعنی چی بچه اگر من دو طرف رو یه منفی بکنم یعنی x بزرگتر مساوی منفی دو پس در حالتی که x کوچکتر از صفره اگر اگر x بزرگتر از منفی دو هم باشه اون موقع قدر مطلق کوچکتر مساوی دو پس در حالتی که x کوچکتر از صفر باشه اگر x بزرگتر مساوی منفی دو باشه باز هم رابطمون برقراره. من یه مقدار دوباره اینو تر و تمیزتر بنویسم بچه ها به این صورت میشه میشه قدر مطلق x کوچکتر از کوچکتر مساوی دو به ازای x های بین صفر و دو و به ازای x های بین صفر و منفی دو من دوباره این دو حالت رو روی محور اعداد میکشم محور عدادم رو اینجا بکشم خب نقطه صفر رو داشتیم مبدمونه یه دو تا بازه داریم اینجا که من باید روی محور اعداد بکشم یه بازه بین بازی دو تا صفره که شامل خود دو و شامل خود صفرم میشه چون علامت کوچکتر و بزرگتر مساویه یه بازه دیگهمون بازه بین صفر و منفی دو این نقطه دو این هم نقطه منفی دو که شامل صفر نمیشه اما شامل منفی دو میشه حالا من اگر این دوتا بازه رو با هم دیگه جمع بکنم چون در هر دو حالت این رابطه برقرار برقراره پس جواب نهاییمون اجتماع این دو حالت میشه اگر جمع بکنم میشه این بازه x های بین منفی دو و دو که شامل خود دو میشه. نتیجه که گرفتیم دقیقا مشابه نتیجه بود که بار قبل گرفتیم. یعنی دقیقا به ازای x های بین دو و منفی دو قدر مطلقمون کوچکتر از دو. پس دوباره اینجا من می نویسم به ازای x های بین منفی دو و دو قدر مطلق کوچکتر از داره. دیدید که از دو روش ما این جواب رو به دست آوردیم خب این جلسه حل نامساوی رو بررسی کردیم که ببینیم قدر مطلق در چه حالتی از یه مقداری کوچکتره توی جلسه بعد نامساوی رو حل میکنیم تا ببینیم در چه حالتی قدر مطلق از یه مقداری بزرگتر مرسی که توی این جلسه با من بودید توی جلسه بعد می‌بینمتون. فعلا